נהרג. هموطنان عزیز و گران قدر تلویزیون بهار، سلام بر شما. به برنامه با صاحب نظران تلویزیون بهار شما عزیزان را خوش آمدید میگویم. شما عزیزان در جریان قرار دارین که بیش از 8 ماه می شود که مذاکرات نماینده خاص وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با طالبان می گذره. در این زمان بیش از 7 دور مذاکرات انجام شده و زلمه خلیلزاد خوشنودی خود را از پیشرفت مذاکرات در دور هفتم اعلان کرد و از نتایج عملی آن تا 2 ماه دیگر خبر داد. همچنان در دوحه قطر مذاکرات با سلسله از افغان‌ها انجام شد و قطعنامه نیز تصویب گردید. در مورد این مذاکرات خوشنودی ها و بدبینی های فراوانی وجود دارد. در این برنامه از محترم میر عبدالواحد سادات، یکی از متخصصین برجسته امور سیاسی و حقوقی کشور و رئیس انجمن حقوقداران افغانستان در اروپا، دعوت کردیم تا نظریاتشان را در مورد این مذاکرات بدانیم. محترم عبدالواحد سادات، تشریف آوری شما را در برنامه با صاحب نظران خوش آمدید میگویم. میخواستم بپرسم که نظر شما در مورد 7 دور مذاکرات با طالبان و قطعنامه مشترک آنها چیست؟ با تشکر جناب شهکار صاحب، ما در گام اول احترام تقدیم می کنم خدمت همکاران ارجمند شما و همچنان ادای حرمت و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی تلویزیون وزین بهار. جناب شهکار صاحب، در رابطه به سوالی که شما مطرح کردین، مطالبی که مورد بحث شما است، در اینجا قبل از همه ضرور است که باید این مسئله را صراحت بدیم که موضوع صلح نیاز مبرم ملی افغانستان است، خواست اساسی مردم افغانستان و خواست عاجل و مبرم مردم افغانستان است و در واقع از ثبوت افغانستان به چگونگی حل مسئله صلح در افغانستان پیوند داره. بنابراین در رابطه به صلح از قبل این نیازمندی وجود داشته، برای ازی که برای جنگ مردم افغانستان امروزه قیمت بسیار گزاف می پردازن. ما و شما در جریان هستیم که حدود 2 سال قبل اداره قصر سفید استراتژی خود در قبال جنوب آسیا مطرح کردن. در این استراتژی جنوب آسیا، استراتژی آقای ترامپ، اینا زیادتر فوکس کردن به موضوع پاکستان و در واقع الزام همیشگی مردم افغانستان در رابطه با پاکستان به حیث کشور متجاوز، کشوری که جنگ اعلان ناشده ایشان علیه افغانستان دهی 46 سال دوام داره، به ای اظهار و اعتراف کردن. چنانچه آقای ترامپ در اولین تویت خود در سال 2018، در اول جنوری 2018 پاکستان محکوم ساخت و به پاکستان شدید انتاخت. اما در حدود 9 ماه قبل ما و شما شاهد هستیم که پلان صلح از طرف دولت امریکا به عجله مطرح شد و آقای خلیلزاده به حیث نماینده وزارت امور خارجه امریکا توضیح کردن که برای تطبیق پلان صلح تلاش بکنه. البته عجله دولت امریکا شاید از این دو علت ناشی شود که یکی موضوع انتخابات در داخل امریکا، انتخابات سال آینده امریکا، که برای آقای ترامپ، برای جمهوری خواهان یک مسئله بسیار جدی است که در این ارتباط چگونگی حضور نظامی امریکا در افغانستان این میتانه به حیث یک سوال جدی در انتخابات آینده، به حیث یک کارت برنده برای آقای ترامپ مطرح شود. و همچنان دلیل دوم می عجلی از اینا
تقرب نزدیکی بسیار زیاد طالبان به ایران و به دولت روسیه بوده. به همین خاطر اینا با عجله داخل کارزار به اصطلاح صلح شدند. ای عجله دولت امریکا متاسفانه سوی تفاهمات را در سطح منطقوی و همچنان در داخل افغانستان سوی تفاهمات جدی را به وجود آورد. پاکستان و طالبان این عجله را زیادتر به مفهوم عجله امریکا بر بیرون کشیدن قوای نظامیشان از افغانستان و همچنان بر تعویض دولت موجود افغانستان تعبیر کردند. به همون خاطر دولت پاکستان با همون دیپلماسی انگریزی مابانه خاصی که دارن، با همون فراست انگریزی را که به ارث بردن، اینا بسیار تلاش کردند که در تبانی با دولت روسیه جلسات را سازمان بدن که ما و شما شاهد جلسات در مسکو و همچنان جلسات در لاهور بودیم که این جلسات در واقع به منظور مشروعیت زایی بر طالبان و مشروعیت زدایی از دولت موجود افغانستان مطرح بوده که در واقع راه را باز بکنن برای یک دولت موقت، دولت موقتی که به صورت علنی از طرف آقای عمران خان صدر اعظم پاکستان مطرح شد. ناکامی جلسات در مسکو، مخصوصا جلسه دومشان و همچنان بنبستی که در جلسات قطر به وجود آمد و عکس العمل های شدید که در رابطه به تر دولت موقت عمران خان ایجاد شد، جانب امریکا را متوجه این واقعیت ساخت که به این سادگی که در اول آقای خلیلزاد صلح را برای دو ماه وعده دادن که نتیجه میت مذاکراتشان با طالبا به این سادگی نخواهد بود. به همین خاطر اینا زیادتر متوجه عامل بین المللی موضوع افغانستان شدند و یک نوع تا جایی که ما و شما میبینیم در نتیجه جلساتی که در امریکا و در چین در روسیه داشتن، یک نوع عامل اساسی بین المللی، یعنی بازیگرای اساسی جیوپولیتیزم بین المللی که عبارت از امریکا، چین و فدراتیف روسیه است، اینا به صورت عام بر یک تفاهم در رابطه به صلح افغانستان دست یافتند. اما عامل منطقوی هنوزم توهم با مشکلات است و عامل ایران، هندوستان، سعودی به حیث بازیگرها در مسائل افغانستان اینا با شک و تردید میبینند به مذاکرات و به جریان صلح افغانستان. متاسفانه خرابترین بخش عامل داخلی یا عامل ملی است که در این بود ما در طی از این ما شاهد یک افتراق وسیع در بین اهل سیاست در افغانستان بودیم. مخالفین دولت یا در واقع به عباره دقیق تر اجزای مشتملی شرکت سامی که در 18 سال به نام دولت در قدرت افغانستان شریک هستند، اینا فرصت تاریخی را برای خود مساعد دیدن که از رقیب اصلی خود، از رئیس جمهور موجود، اینا انتقام کشی نمایند و در واقع همی کسایی که برای مدتها جنگ تیکت کرده بودند در افغانستان و در 18 سال با تغییر ظاهری در واقع بحث تیکدار گویا جامعه مدنی و دموکراسی تبارز کرده بودند، تلاش کردند که یک نوع صلح را از سطح پروسه به پروژه تبدیل بکنن و این پروژه صلح را به اصطلاح تیکه بکنن و چنانچه ما و شما در جلسات مسکو و در لاهور ما اعمال از اینا را ما و شما مشاهده کردیم، شاهد بودیم، تعقیب کردیم که اینا در واقع تلاش کردن که از یک طرف در این جلسات، مخصوصا در جلسات مسکو و لاهور، جنازه دولت موجود افغانستان بخوانن و از طرف دیگه آمادگی کامل خوده برای رفتن به طالبا و یک نوع مشروعیت زایی بیش از حد برای طالبا
یک نوع تسلیمی به اهداف طالبا، به اندیشه طالبانی اینا مطرح کردن و مخصوصا در جلسه لاهور ما و شما شاهد بودیم که شرکت کنندگان جلسه لاهور حتی بر تمام مصالح و منافع اولیای افغانستان پا گذاشتن و در واقع تمام هم و غم خود متوجه ازی ساختن که موضوع صلح را باعث یک پروژه، باعث یک کمپاین انتخاباتی و باعث یک کمپاین شخصی برای اهداف شخصی و اهداف گروهی و گروپی خود استفاده بکنن. در این جریان ما و شما متوجه میشیم که متاسفانه یک درک بسیار ضعیف از موضوع صلح افغانستان وجود داره، از عوامل جنگ در افغانستان و همین ترتیب عواملی که میتونه صلح را به وجود بیاره. حتی ما متوجه هستیم که اینا متاسفانه از اصول ابتدایی علم حل بحرانات و منازعات که امروز باعث یک علم در پوانتونای بین‌المللی در پوانتونای جهان تدریس میشه اینا بیخبر هستن. اینا از حتی فرق بین مذاکره و مفاهمه را تا بال دقیق تشخیص نمیتن، در حالی که در بود داخلی هنوز مذاکره با طالبا آغاز نشده. این نشست ها در موقع باعث یک نشست های تفاهمی ما میتونیم از یاد بکنیم. به همین ترتیب ما و شما میبینیم که در جلسه اخیر در قطر در دوحه که دایر شده بود، خب به یک ترتیب یگانه امتیازی که جلسه داشت همی بود که یک نوع مقلدرای کلان سیاسی همی تیکدارای دائمی اینا در اینجا تا اندازه کمرنگ بدن. ایره ما میتونیم باعث یک مزیت از این جلسه قلمداد بکنیم، اما چیزی که دستاورد از این جلسه بود که در قطعنامه جلسه بازتاب یافت این بسیار مایوس کننده بوده، به دلیل از این که مجموع مواد اشتگانی از این قطعنامه در واقع تماما به نفع طالبا است و مشروعیت زایی برای طالبا و در واقع یک نوع را باز کردن و پاشی کردن را برای طالبانی ساختن افغانستان و برای آمدن امارت اسلامی است. که مثلا به طور مثال چیزی که در اینجا بسیار تاکید مکرر بالای از این انجام یافت که اینا از آمدن یک نظام اسلامی یاد کردن. تاکید مکرر بر نظام اسلامی در گام اول به این معنا است که اینا از اسلامی بودن دولت موجود افغانستان انکار کردن که گویا دولت موجود صبغه اسلامی نداره و همچنان مسائل اساسی مربوط به حقوق شهروندان افغانستان و حقوق زنان افغانستان به بسیار به صورت عام به ارزش‌های اسلامی حواله دادن که خودی از این بسیار مغشوش کننده و بسیار شک برانگیز است و در مجموع میتونه منعکس کننده یک ذهنیت طالبانی باشه. اینال سوال اساسی که در این ارتباط مطرح میشه ای است که آقایان در این جلسه هدفشان از نظام اسلامی چی است؟ کدام نظام اسلامی؟ کدام اسلام اینا میخواین؟ قسمی که ما و شما میبینیم اگر در زمان حضرت خواجه حافظ از 72 گروه صحبت کرده بود، امروز لااقل حدود 700 گروه اسلامی وجود داره با تعبیر و تفسیر خاص اسلامی شد. مثلا ما و شما طالبان داریم، داعش داریم، مجاهدین داریم، انواع مجاهدین داریم، همین قسم بوکو حرام داریم، در داخل پاکستان جریان های مختلف است، در بین عرب جریان های مختلف است، دولت اسلامی افغانستان داریم، دولت اسلامی پاکستان است، دولت اسلامی ایران است، دولت سعودی است، اما قسم دولت ترکیه را داریم که در این سالهای اخیر تحت سیطره اسلامیستا دولت در ترکیه وجود داره. پس هدف از اینا از کدام نوع اسلام است؟ اینا نتانستن یک تعبیر واضح را ارائه بکنن که این مسئله یک مسئله بسیار جنجالی برای بحث‌های بعدی می باشه. شاید کلوخ ماندن و عذاب تیر شدن بسیار به نفع امریکا باشه که عجله داره یا به نفع آقای خلیلزاد که ماموریت داره مذاکرات به یک ترتیب پیروزیش رقم بزنه،
اما به حساب افغانا، سرنوشت بعدی افغانا، این یک مسئله بسیار اساسی است که در اینجا باید بسای بسیار کلان ملی به وجود بیاید و این مسئله علاجی شود، به خاطر از اینکه از این یک نوع بوی ذهنیت تکفیری به مشام میرسه که طالبا ذهنیت تکفیری خود با ایش ودا نکردن، گرچه ظاهرا چندین بار آقای خلیلزاد اطمینان داده که گویا طالبا با القاعده بریدن یا میخواهند ببرن، اما تر این مسائل پافشاریشان بر امارت اسلامی، پافشاریشان بر یکتازی و پافشاریشان به این که ذهنیت خود میخواین به مجموع ملت افغانستان بقبولانند، یک نوع از ذهنیت تکفیری زنا اکایه میکنه. در قطعنامه متاسفانه اصطلاحات، مثلا اصطلاح قانون، اصطلاح دولت، اصطلاح حق و حقوق، این مطالب در قطعنامه شما هیچ در مواد اشکانی از این چیزا را شما مشاهده نمی کنید. و اینال در احوال فعلی بسیار ضرور است که بین نیازمندی اساسی و خواست اساسی مردم افغانستان بر صلح و ضرورت عاجل صلح و همچنان در رابطه به این مطالبی که به شکل بسیار پرعجله، به شکل بسیار خام، کلوخ ماندن عذاب می خواهند تیر شوند، در اینجا باید بسیار دقت شود و در اینجا ضرور است که از طریق شما دیگه تلویزیون ها، رسانه های افغانی و جامعه مدنی افغانستان، روشنفکران ملی و متحد افغانستان این صدا را بلند بکنن، برای از این که ما و شما در اینجا شاهد یک تجربه بسیار دردناک در دهه 90 بودیم که چگونگی عجله، برای از این که تجربه نشان داده که در از آمدن قوای بین‌المللی کرده چگونگی بیرون رفت از اینا بر سرنوشت افغانستان بسیار مسئله عمده است. ما و شما شاهد بودیم که در دهه 90، در سال 91 امی امریکا و فدراسیون روسیه اینا با هم در سپتامبر 1991 سیمیتری منفی را با هم امضا کردن وزرای خارجیشان که او باعث عواقب اولناک بر افغانستان شد، قطع کمک‌ها بر دولت افغانستان، باعث سقوط دولت افغانستان شد. بنابراین در احوال فعلی مطالبی که بسیار مسئله عمده است ایره به صورت مشخص میتونیم اتو خلاصه بکنیم که اول چگونگی بیرون رفت قوای نظامی امریکا، یعنی بیرون رفت مسئولانه قوای امریکا، باید مورد توجه مردم افغانستان به صورت جدی قرار داشته باشه. امریکا در قبال افغانستان نه تنها مسئولیت حقوقی داره، بلکه مسئولیت اخلاقی، مورال اوبلیگیشن که میگن، مسئولیت اخلاقی داره. یک بخش از تراژدی افغانستان در این نیم قرن اخیر متوجه دولت امریکا است و در اینجا دولت امریکا باید متوجه مسئولیت اخلاقی خود باشه در قبال افغانستان و مردم افغانستان. مذرت میخوایم که در بین صحبتتون داخل شدم، فقط یک سوال میخواستم در امی استقامت صحبتتون داشته باشم که شما در جریان هستین که 5 سال قبل در روز اول ایجاد حکومت وحدت ملی قرارداد امنیتی بین امریکا و افغانستان امضا شد، و آیا از لحاظ قانونی این گپ معجی هست که آل چگونگی برآمدن اساکر امریکایی یا پیمان ناتو اینا را جمن از افغانستان با طالبان مطرح بحث قرار بگیره و گویا در تفاهم با اونا بیرون کشیده شود، آیا از لحاظ قانونی این گپ چگونه معجی شمرده میشه؟ سعادت صاحب عزیز تشکر. شکر صاحب گرامی، برخورد فعلی دولت امریکا در قبال دولت موجود افغانستان و چگونگی برخوردشان با طالبان باعث یک گروه شورشی در داخل افغانستان مبین این واقعیت اسفناک است که ایالات متحده امریکا به تمام قواعد بین‌المللی، حتی به منشور ملل متحد، به تمام تعهدات حقوقی که در قبال افغانستان داره و چنانچه شما ذکر کردین قرارداد را که با جانب افغانستان اینا منعقد کردن و همچنان قراردادهای دیگه که افغانستان
با کشورهای غربی با ناتو امضا کردن در واقع یک نوع طفره رفتن از این قراردادها است و حتی یک نوع در جهت مشروعیت زدایی از دولت افغانستان امریکا سهم گرفته و مطالب را با یک گروه شورشی گروه طالبان مطرح میکنه که در واقع برای از اونا مشروعیت میده و یک نوع اونا را در موقعیت بالاتر از یک طرف جنگ در موقعیتی که بتانن دولت تشکیل بدن در اون موقعیت با اینا برخورد میکنه. از او خاطر است که من عرض کردم که دولت امریکا در قبال افغانستان دارای مسئولیت حقوقی است و اصل قبول شده بین المللی در حقوق بین المللی عبارت از امی است که به اصطلاح کلاسیکش که میگه پکتا سنتا سروندا، تعهدات باید اجرا شود، دولت ها به تعهدات خود باید پابند باشند. در غیر زوخو باز آلت را به وجود میاد که در جهان یک نوع به اصطلاح قانون جنگل مستولی باشه که هر چیزی که قدرت های بین المللی قدرت های بزرگ بخواهند بر قدرت های ضعیف بر دولت های ضعیف اینا تعمیل بکنن. مسئولیت اخلاقی از اینا به این مفهوم است که تراژدی افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است و ایالات متحده امریکا در این نیم قرن اخیر از زمان اولین پایگاه های تروریستی که در خاک پاکستان سازمان دادن و در اینجا خود از اینا به شمول آقای کیسینجر وزیر خارجی از بق آقای بریژنسکی همچنان خانم کلینتون در اینجا خود از اینا مقامات چون اعتراف کردن اقرار کردن در کتابای خود نوشتن اسناد کافی وجود داره که اینا از او زمان تا بال مسئولیت دارن در قبال تراژدی خونبار افغانستان و فعلا در احوال فعلی اینا مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارن که در رابطه به چگونگی بیرون رفت قوای نظامی خود و همچنان در رابطه به چگونگی صلح در افغانستان باید اینا مسئولانه اقدام بکنن. و به ادامه صحبت قبلی، مطلب دومی که بسیار مهم است که باید مورد توجه جدی منوران افغانستان، روشنگران ملی افغانستان، نیروهای ملی افغانستان باشه، موضوع حاکمیت ملی است که به مردم افغانستان تعلق داره و چگونگی تبارز اراده ملی افغانستان که میتونه در یک جمهوریت در یک نظام جمهوری متبارز باشه مسئله بسیار اساسی است. مطلب اساسی دیگه عبارت از سیادت قانون یا اصالت قانون است یا حاکمیت قانون است که در قرن 21 امکان ازی وجود نداره که طالبا به دلخواه خود دوباره شریعت مندرآوردی و خاص خود در افغانستان به عوض قانون نافذ بکنن. مز موضوع قانون نه تنها یک بود داخلی داره بلکه یک بود قوی بین المللی است که حاکمیت قانون در واقع ما و شما را افغانستان ارتباط میده با جامعه بین المللی، ارتباط افغانستان با ملل متحد و تعهدش به منشور سازمان ملل متحد به کنوانسیون های ناشی از منشور و همچنان ناشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تثبیت میکنه. در غیر از او افغانستان به مو حالت منزوی قرار میگیره که در دوره طالبان قرار داشته. این مسائل بسیار جدی است و ما میخواییم در اخیر به یک موضوع دیگه هم اشاره بکنم که همیشه در داخل افغانستان صحبت از دستاوردها میشه و ما فکر میکنم که در این ارتباط یک نوع خود فساد سالاران و اهل فساد و کسانی که در 18 سال دولت فساد ایجاد کردن به عوض بازار آزاد بازار فساد، اینا زیاد از دستاوردهای 18 سال گپ میزنن که همی هم بسیار یک نوع مخشوش کننده است و یک نوع به اصطلاح وطنی از این دستاوردها پیران حضرت عثمان جور کردن. موضوع دستاوردها عبارت از دستاوردهای تاریخی است که در طول تاریخ مردم افغانستان به اون بخاطرش مبارزه کرده و در طی یک قرن اخیر دولت مردم افغانستان در وجود اولین دولت ملی افغانستان
به رهبری شاه امان الله ایجاد شد، اولین قانون اساسی افغانستان تا به حال که قانون اساسی نافذ، در واقع ششمین قانون اساسی است. در مردم افغانستان برای ازی مبارزه کردن، برای دولت ملی، برای حاکمیت قانون مبارزه کردن. به این خاطر است که حاکمیت قانون در واقع دستاورد تاریخی مشروطه خواهان اول، مشروطه خواهان دوم و سوم افغانستان و دستاورد جنبش دموکراتیک افغانستان است. از او خاطر است که از این دستاوردها دفاع باید صورت بگیره و خود از این در واقع امکان نداره که ما مثلا وقتی که از حقوق زن صحبت میکنیم، زنان افغانستان با مبارزه درخشان تاریخی خود حقوق خود از یک ملای کم سواد و بی سواد آرزو و تقاضا بکنن. ما حقوق به این مفهوم میفهمیم که طالبا علنی باید از استمرار و از تداوم کود مدنی افغانستان باید اینا اعتراف بکنن، کود مدنی که بیشتر از 40 سال پیش در اولین جمهوریت افغانستان در زمان محمد داود فقید به تصویب رسیده و او کود از در واقع یکی از اسلامی ترین کودهای مدنی در داخل کشورهای اسلامی است. ما وقتی که در مورد حقوق زنا صحبت میشه، طالبا بسیار کوشش میکنن و همچنان پاکستانی ها که اتفاده بتن که گویا ما در 18 سال از این حقوق که به یک نوع تا اندازه زیاد تصنعی است از این صحبت میشه. در افغانستان پیشتر از اون حقوق زنان وجود داشته و یه چیزی که آل طالبا و پاکستان و حتی در داخل امریکا هم بعض علاقات حتی رند کوپریشن این مطلب مطرح کرده، چنانچه ما شاهد استیم که خانم آقای خلیلزاد این مطلب مطرح کرد و در اون وقت من به جواب از او یک مقاله نوشتم و مخاطب قرار دادم خانم آقای خلیلزاد که شما به این ترتیبی که مطرح میکنین با یک استحقار که گویا زنان افغانستان حقوقشان خودشان بگیرن، من برشان نوشته کردم که شما از امریکا تقاضای حقوق مردم افغانستان یا حقوق زنان را نداریم، اما حقوق را که زنان افغانستان و مردمش داشت پیش از آن 40 سال اخیر پیش از آمد، اما حقوق باید شما به رسمیت بشناسین. افغانستان در حدود نیم قرن پیش در افغانستان زن به حیث وزیر بود، چنانچه مرحومه کبرا نورزایی به حیث وزیر صحت عامه کار میکرد در حکومت وقت. در پارلمان در حدود نیم قرن پیش در دوره 12 پارلمان در حدود 4 خانم بسیار برجسته اینا در پارلمان وجود داشتن. معصومه جان اسمتی مرحومه در پارلمان بودن، رقیه ابوبکر مرحومه در پارلمان بودن، دکتر صاحب راتبزاد فقید در پارلمان بودن، به همی ترتیب شفیقه جان احراری برجسته ترین زنان افغانستان که به قوت شخصیت خود، به قوت دانش خود بایست اعضای پارلمان بودن. به این خاطر من متذکر شدم که نسل جوان افغانستان، منوران افغانستان باید با بسیار جسارت، با بسیار شجاعت از حقوق مردم افغانستان، از حقوق شهروندان افغانستان و همچنان از حقوق زنان افغانستان در پروسه صلح به خاطر رفتن به یک صلح واقعی و پایدار طرفداری بکنن. تشکر شهرکار ممنون شما و از حضورتان در برنامه صاحب نظرهای تلویزیون بهار. امیدوارم شما عزیزه در برنامه های آینده هم در طب سلسله از مسائل کلیدی داخل افغانستان به خود داشته باشید. سپاسگزارم از شما سعادت صاحب. تشکر از شما شهرکار صاحب گرامی و تشکر میکنم از همکاران شما و از تلویزیون وزین بهار. خداحافظ. خداحافظ. هموطنان عزیز، این بود صحبت با برنامه صاحب نظران با محترم میر عبدالواحد سادات. امیدوار هستم که این برنامه مورد دلچسپیتان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، شب روزتان خوش.